میشه بفرمایید این چیه؟ این حکمه که این دادگاه در مورد دادخواست دختر شما داده سرهنگ. مشکلش چی بوده؟ پول تو جیبیش کم بوده؟ دادخواست داده با پسری که شرایطش مناسبه برای ازدواج ازدواج کنه، ولی پدرش مخالفه. شما بلافاصله حکم دادید که برو ازدواج کنه. آره؟ نه به این سادگی. مراحل تحقیقی داره، کارشناسی داره، وضعیت پسره، میزان سوادش، وضعیت خانوادهش تماما بررسی شده. پس رضایت پدر چی میشه؟ شما براتون احضاریه اومد نیومدین. احضاریه تو کار دارم، پاشم بیام اینجا؟ بر چی؟ جناب سرهنگ، مهمترین کار ما وظیفه‌مون نسبت به خانواده‌مونه. شما که این حکم قبول ندارین. خیلی خوب، بفرمین اعتراض کنین. رسیدگی میشه. خودم بلدم چجوری اعتراض کنم. سلام سجید، یه لحظه تشریف میارین؟ من مگر به تو نگفته بودم؟ نه. بله سجیدی گفته بودی. مگه به تو نگفته بودم حتی جنازه دخترمون رو دوشتو نمیذارم؟ بله قربان گفتم. پس این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ آقای ساجدی، اون اجازه دادستانه که من و سایه بتونیم با هم ازدواج کنیم. من با اجازه دادگاه دخترم رو شوهر نمیدم. من با اجازه خودم دخترم رو شوهر میدم. حالا اگه متوجه شدی، دومتا بذار رو کولت و برو. برو! وگرنه همین حکمو میچپونم تو حلقت تا دیگه صدا در نیاد. همینو! حالت شد؟ تو بودی چی کار میکردی؟ خب معلومه که تحقیق کردم. یعنی همینجوری دخترم میدم بره؟ نه خانم، برای که اون پسره هیچی نیست، اصلا کسی نیست. پدر که نداره، برادر نداره، خواهر نداره، دایی، خاله، عمه، هیچی نداره. اصلا مثل اینکه فابریک از زیر بوته به عمل اومده. فقط بله فقط یه مادر داره، اونم علیل. دختره رو بدم ببره یه اون فقط لگم بذاره زیر مادر رو ورداره. از حول و ولای اتفاقاتی که برای آدم ها میفته تو چه خبر داری ها؟ خبر نداری؟ میگی هرچی خیر، هرچی اتفاق میفته خیر. نه خیر، نه خیر، خیر تو دست خود آدمه. سلام. سلام بابا جان. با کسی حرف میزدی؟ نه. ماهی همونجوری که دوست داری برات درست کردم، با سبزیجات. چه؟ بهت گفت نه؟ بله. خیلی خوب، تو هم میخواستی بهش بگی که این دفعه با زبون خوشباره تر زد، ولی دفعه دیگه اینجوری حرف نمیزنم. اینجوری جلوی یه جماعت با یکی صحبت کردن و آبروشو بردن زبون خوشه بابا؟ چیه؟ بذارم
زندگی دخترمو نابود کنه، دل دخترمو بشکنه، جگرشو آتیش بزنه. آره این داستانا چیه سر هم میکنی بابا جان؟ نه قرار دلمو بشکنه، نه قرار جگرمو آتیش بزنه، اون فقط قراره با من ازدواج کنه، همین. اون غلط میکنه. بله بله الان ممکنه این کارا رو نکنه، ولی بعدن که میکنه. میکنه. ببین بلکه من اینا رو میشناسم بابا جون. آرتیست، آرتیست، آرتیست. همشون سر و ته یک کرباسن. چه اونی که دنبک زیر بغلشه، مطربه، چه اونی که جلو دوربین ورجه ورجه میکنه، چه این که با چه میدونم گل تپه تپه میذاره رو هم اسمشو گذاشته مجسمه. همشون یکی هن. زندگی خودشون نمیتونن جمع کنن، حالا میخوان خانواده تشکیل بدن. ببین خرج دود و دمشون رو ردیف کنن هنر کردن. بابا چیه؟ چیه شوهر میخوای؟ خب این که کاری نداره، بهترین جوانای این مملکت داره صف کشیدن، قربونت برم. بابا جان شما دیگه این حرفا به من نزنی. همون بهترین جوانای این مملکت هم بخوان بیان خواستگاری من، وقتی جدی بشه شما یه عیب و ایرادی روش میذاری، ردشون میکنی میرن. چرا؟ چون دیوونم نه؟ میخوام دخترمو ترشی بندازم، نمیخوام دخترم سر سامون بگیراره. من که فکر میکنم نه، واقعا فکر میکنم نه. اینجوری با من حرف نزن. تو حرف نزن اینجوری با بابا حرف بزنی. من فقط یه چیز از تو خواستم، خواستم به این پسره بگی نه، همین، یعنی ردش کنی بره. اما نگفتین چرا؟ برای اینکه هنوز هیچی نشده، این بساط رو انداخته. دخترمو از من گرفته، بله تو رو از من گرفته، محبت تو رو از من گرفته، دل تو رو از من بریده، کاری کرده دختر من تو رو وایسه. بابا جانم من قربونت برم، من کی تو رود وایسادم؟ وایسادی؟ وایسادی دیگه، تو روی پدرت وایسادی، اونم پدری که همه ی عمر زندگیشو گذاشته برای تو؟ که هیچ چیزی از من خواستی من دو دستی تقدیمت نکردم، کی صدام زدی جوابتو ندادم، کی منو خواستی حاضر نبودم، من که شدم قول چراغ جادوی تو بابا. هر وقت احضارم کردی گفتم بله قربان، نگفتم گفتم. بابا من قول چراغ جادو نمیخوام، من پدر میخوام. یا کسی اومد دنبالشون؟ تلفن میزنی. چشم. سلام سهیل جان. سلام. چرا صدات گرفته؟ نه نه هیچی نیست. چیزی شده؟ نه تو امروز نمیای؟ امروز مثلا یه قراری داشتیم. تو مطمئنی؟ از چی؟ از چی باید مطمئن باشم؟ من فقط میدونم که امروز میای دنبالم تا بریم محضر برای عقد. پشیمون شدی؟ چه حرفی میزنی دیوونه، من عاشقتم. حاضر شما الان میام. من فکر کردم خوابیدی. سلام کوکب خانم. سلام دخترم. جایی میخوای بری؟ شما به کارتون برسین کوکب خانم. کار دیگه ای دارین؟ خانم جان قرار بود کسی بیاد؟
بگی منتظر باشن الان میام پایین. چشم. اومدیم برای چکاپ سالیانه جناب سرهنگ. حتما خیلی گرفتاری. بله گرفتن خانم. الو بله کوکم. چی؟ جلوی در؟ اومدم. نمیخواد خانم. هنوز سرنگ؟ میگم نمیخواد خانم بفرمایید نمیخوام. بابام در میاد خونه. بفرمایید عروس خانم. برای عروس خانم. اینم بر شماست. دوست دارم بعد از عقد خودت دستم کنی. چشم. Thank you.
اونجا؟ نه آقا، بیمارستان نمیری. ولی سرتون خون میاد. شما حاضر نروز خانم؟ بله. شما حالتون خوبه؟ آقا راه تو برو دیگه. بفرم. رسیدیم عروس خانم. یز راننده لومون داره میده. بیا بریم. بودو بودو ازدواج میکنم. جناب سرگرد، هر جوری شده این پسر رو پیدا کن. هر ردی میتونی ازش گیر بیار. دوست، آشنا، فک و فامیل که فکر میکنی ازش پیدا کن. چشم سرگرد. بفرمی. چه اتفاقی افتاده؟ بگین چی شده؟ نگران نباشید، یکی دو تا سوال ساده است. من همه چیزو میگم خدمتتون. میدونید الان پسرتون کجاست؟ خب باید تو کارگاه باشه. نه، کارگاه نبود. شما میدونید الان کجا میتونه رفته باشه؟ نمیتونم. اجازه هست اتاقشو ببینم؟ البته. سلام سهیل، پس کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ کی بود؟ کامی، دوست سهیل. آقا سهیل، شما کجا تشریف دارین؟ سلام کامی جان، از سهیل خبر داری؟ سلام مادر جان، شما این تلفنشو که جواب نمیده، شما ازش خبر ندارین؟ مگه امروز کارگاه نبود؟ با ما امروز قرار داشت، ولی دو ساعتی ما رو کاشته، هنوز خودش هم نیومده. من سرگرد جنپور هستم آقا، از اداره آگاهی. شما کی هستین؟ مامان جان فکر کنم خط رو خط شده. من قطع میکنم، یه بار دیگه شما رو میگیرم. نه آقا، خط رو خط نشده.
خانم پرتوی همینجا هستن. این آقا افسر نیروی انتظامی هستن کامی جان. اگه چیزی درباره سهیل میدونی بهشون بگو مادر. گفتین اسمتون چی آقا؟ صادقی هستم. کامبیز صادقی. خیلی خوب آقای صادقی. با سهیل کی قرار داشتی؟ نو. کجا؟ صدامو شنیدین آقای صادقی؟ چرا شنیدم. محضر. محضر؟ بله. محضر ازدواج. سهیل امروز خواهد ازدواج کنه. من اومدم که شاهدش باشم. ولی یه دو ساعتیه که معطل گذاشته ما رو نیومده. ازدواج. آقای صادقی میدونید الان کجا ممکنه رفته باشه؟ نه والا. خیلی خوب آقای صادقی. آدرس پلیس آگاهی رو یادداشت بکنید. بفرستم. زخم سرت درد نمیکنه؟ نه خوبه. تو خوبی؟ نمیدونم همش دلاشوبه دارم. مال هیجان. چند وقت با هم دوستیم؟ با سهیل؟ یه سالی میشه. همکاریم؟ نه آقا، من معماری میخونم، توی شرکت دکوراسیون داخلی کار میکنم. سهیل پارسال اومد پیش ما، گفت میخوام ویلامو بازسازی کنم. منم رفتم محل رو بازدید کردم، بهش گفتم خرجش خیلی زیاد میشه سهیلا. بعد گفتش که خب پس دست نگه داریم، من خرج عروسی دارم و اینا. ولی تو همین رفت آمده با هم رفیق شدیم. ویلاش کجا بود؟ شمال، یه جایی هلوش رشت. کجای رشت؟ نمیدونم جناب سرگرد، آخه سهیل پشت فرمان بود، یه دفعه وسط جاده پیچید توی فرعی. اسم آبادیش؟ یادم نمیاد. البته چند تا عکس توی لپتاپم دارم، اگر بخواین برم بیارم ببینین از ویلاس. سرگرد، از ترمینال خبر دادم اون جوانی که مشخصات عکسشو براشون فرستاده بودیم دو تا بلیت گرفته برای رشت. یه عکس از پسره بفرست به سو آگاهی قزوین، شماره اتوبوس هم که سوارش از ترمینال بگی حتما براشون بفرست. به چی فکر میکنی؟ بابا، احساس میکنم داره یه اتفاق میفته. چی نمیشه قربان؟ دلشوره دارم حالم بعد سوه. آقا یه لحظه نگه میدارین؟ آقا یه لحظه نگه دار. بلند شو هست، بلند شو، عجل نکن. بیبر شده آقا. آقا حال خانومم خوب نیست. خانومت کجاست؟ تو من نمیبینی حالش خوب نیست. بیا ازم بیا. قشنگ قربان تو جاده پیاده شده. مگر آقا ببخشید ما از ماشین جا موندیم، می‌خواستیم بریم تا رشت میریم. ممنون. یه بندی بریم؟ چشم آقا، یه لحظه. آقا حرکت کن. این دوست تو خیلی حرفه‌ایه یا ما خیلی بد شانسیم؟ ببین پسر جون، میخوام خوب فکر بکنی. خوب ببین چیزی از اون محله یادت میاد؟ اینکه جاده فرعی کجا بود؟ نشونه ای؟ چیزی؟ نه به خدا جناب سرگرد، من اصلا حواسم نبود. فقط میدونم یه روپی که از رشت اومدیم بیرون، سهیل یه دفعه پیچید توی فرعی سمت راست.
آسفالت هم بود فرعیش. بعد باز رسیدیم به یه دوراهی، باز پیچید سمت راست. از جاده اصلی پیچیدین چقدر طول کشید تا رسیدیم به ویلا؟ یه روب، شاید هم 20 دقیقه. نمیدونم دقیقه‌شو. هیچ اسمی یادت نمیاد؟ تابلوی؟ تابلو که چرا، انگار یه تابلویی بود. خب چی؟ میدونم تهش محله داشت، ولی چی محله رو دیگه نمیدونم. پسر جون اونجا سطح چی محله است؟ من دیگه همینقدر میتونم. فعلا مرخصت میکنم بری، اون تو از شهر بیرون نرو. میخوام اسم همه آبادیای اطراف رشت که آخر اسمش محله سو برام در بیاری. بله قربان. بریم پایین از بفهمم. بفهم. بریم. از تو جنگل یکم پیاده روی داریم، ولی در عوض رامون نصف میشه. بیا. جلوتر بشه. سردم نیست اصلا، باورت میشه؟ نه بیرون سردم بود نه الان. برق میخوایم چی کار؟ با این همشم کل خونه رو واسه چراغونی میکنم. خونه خودمونم میخوام همیشه شمع روشن کنم به جای برق. Thank you.
چجور آدم های هستین؟ برو خدا برای اینکه کسی صداتو نمیشنوه. هیچ کس صداتو نمیشنوه. چرا نمیشنوه؟ یعنی خودت نمیدونی؟ چونو نمیدونم؟ اولین کسی که میفهمه خود آدمه. یعنی چی؟ اولین کسی که میفهمه خود آدمه. دوازده ساعت هیچ فرقی نکرده. فکر نکنم جون سالم به در ببره. شوخی احمقانه ای بود. من راستشو گفتم. چیو؟ اینکه من مردم؟ هنوز نمردی. تو الان گفتی. نگفتم مردی. گفتم دیگه جسم نیستی. تو چطور نفهمیدی چی شده؟ اولین کسی که میفهمه چه اتفاقی افتاده خود آدمه. از جات بلند میشی، هنوز نمیدونی چی شده. جلوی پاتو نگاه میکنی، خودتو میبینی. تو یه چشم به هم زدن میفهمی چه اتفاقی افتاده. تو کجا رو نگاه میکردی که خودتو ندیدی؟ که الان داره میمیره؟ آره. بریم ببینیم اون کیه که تو خودتو ندیدی، فقط اونو دیدی. راست میگفتی، حالش خیلی بده، داره میمیره. نه، خیلی مقاومت میکنه، اصلا دلش نمیخواد بمیره. نمیمیره به خاطر اینکه من ازش خواستم. بهش گفتم اگه بمیره منم میمیرم. سهیل، صدامو میشنوی؟ صداتو نمیشنوه. تو حرف نزن میشنوه. سهیل نمیشنوه. سهیل بلند شو. گفتم بلند شو. بیا. کجا؟ بیا. توی آینه رو نگاه کن. خودتو به من نشون بده. کجای آینه ای؟ من کجای آینه؟ ببین. همه چیز توی آینه پیداست به جز من و تو. ما نیستیم، چون ما هیچ کدوم دیگه جسم نیستیم. اینو همش کابوسه، همش خواب و کابوسه. توی دنیای ما خواب وجود نداره، کابوس وجود نداره. باور کن.
یادت باشه چی ازت خواستم سهیل. نمیخوام بمیری. نمیخوام بمیری. باور نداری؟ صداتو نمیشنوه سهیل. شنیدی؟ سهیل نمیشنوه. منو صدا کن سهیل جانم. منو صدا کن. سهیل منو صدا کن. سهیل جانم. سایه دوباره. سایه جانم دوست دارم. منم دوست دارم. صدا تو شنید، باهات حرف زد. اون باهات حرف زد. اون همه مدت با من حرف میزد، تو ماشین، تو اتوبوس، تو جنگل، وقتی حالم به هم خورده بود. باورم نمیشه. چی؟ ما رو نمیشه دید، نمیشه لمسمون کرد. ما برای آدم ها این دنیا اصلا وجود نداریم، مگر اینکه چی شده؟ اون یکی از اوناست. از کیا؟ از کیاست؟ یکی از اونایی که عشق و شناختن. خب منم عشق و شناختم. نه فرق میکنه. تا حالا توت فرنگی وحشی خوردی؟ مزهش با این توت فرنگی های گلخونه ای فرق میکنه. مثل عشق اون که با عشق تو، با عشق خیلی های دیگه فرق میکنه. این آبادی چندومی بود؟ 10 تا مونده جناب سرگرد. حالا حالا مهمون این کوه و جنگل. شوهر من داره میمیره اونجا. پس اون مهمونی؟ مثل همیشه سرگرمی عروسمه. اونجا تنهاست؟ تنهاست. چراغاتو خاموش کن. موتورت هم خاموش کن. صبر میکنیم تا هوا روشن شه. هر بار حالش بد میشد من میومدم اینجا منتظرش میشدم، اما انگار وقتش نشده بود. این بار حالش خیلی بده. فکر میکنی اگه بهش بگم باور میکنه؟ نمیدونم، ولی بالاخره که باید بهش بگی. حالش چطوره؟ خوبه. پاشو. گفتم پاشو. دستاتو بذار رو سرت. دستاتو بذار رو سرت. داری یه اتفاق میفته.
زنم کجاست؟ سایه، سایه کجاست؟ کی کجاست؟ سایه، سایه کجاست؟ بیارش پایین، از حال خوش زده به دیوونگی. دارم میبرنش. صبر. بذارم اونجا. دیگه دیره. دیگه نمیتونه ببیندت. این یه مرحله است که باید بگذرونه. ممکنه دیگه نبینمش. نه. تو گمش نمی کنی. هر وقت بخوای میتونی پیداش کنی. چجوری؟ دستتو بذار رو قلبت. باور کن. من چرا هر چی به شما میگم گوش نمیدی؟ آقا برای خانمم کورکور تنهاست. این همسر که میگی همون دختر سرنگ ساجدی نیست؟ بله همون. خوبه. دختره رو کشتی، حالا داری ما رو میذاری سر کار؟ آقا کشتن کدومه؟ ببین دیگه کفر منو بالا نیار. 24 ساعت تو یالف بچه همه ما رو زابرا کردی. این دیوونه بازیات هم بذار کنار. ما چشو گوشمون پر از این دیوونه بازی. حالا زبون بده هم بگیر و ساکت شو. دیروز غروب که اینجا رو دیدم به خودم گفتم تا آخر عمرم از این خونه و سهل جدا نمیشم. دیگه نمیدونستم عمری ندارم که آخری داشته باشم. نشد سهل. نشد. خودتو به دیوونگی نزن خب؟ من دارم حقیقتو به شما که تمام مدت سایه با تو بوده؟ بله درست. نه درست نیست. دختره همه این مدت تو بیمارستان بوده، تو آی سی یو. نه اون با من بود. به من نگاه کن. همه این مدت؟ بله همه این مدت. پس میشه بگین عکسای کیه؟ خب حالا چی میگی؟ این سایه نیست. نیست؟ سایه با من بود، همه یه مدت پیش من بود. دستور غذایی چه داری؟ با دکتر زهیری هماهنگ کنید از پزشکانونی بیاد اینجا متهم و معاینه کنه، بعد یه گزارش از وضعیت روحی و روانیش به ما بده. چشم سلام. این گردنبندو که میشناسی؟ نگفتم بگیریش، گفتم ببین میشناسیش؟ مال سایه است. پس تو گردن تو چیکار میکرد؟ خودش بس گردنم. کی؟ اون شب که تب داشتم بیهوش بودم. اگه بیهوش بودی از کجا فهمیدی؟ فهمیدم. نه آقا پسر، دروغ میگی. حقیقتش اینه دختری که نمیخواسته باهات فرار کنه، نمیخواسته باید ازدواج بکنه، برخلاف میل پدرش برداشتی، بعدم به این روز انداختیش. بفرمایید. شما میتونید برید. من دکتر زهیری هستم. میدونی من چرا اینجا هم؟ ظاهرا مربوط به کارتونه. من چرا اینجا؟ چرا اصرار داری ثابت کنی تعادل روانی نداری؟ من؟ بله. میدونین کتاب پیام‌آور گذشته ها رو کی نوشته؟ نه. اریک فون دنیکن. میدونین گریفیس اولین فیلمشو چه سالی ساخت؟ سال 1900.
میدونین گاگارین به عنوان اولین فضانورد 12 آوریل 1961 به فضا رفت. میشه 23 فروردین 1340 خودم. برج آزادی توی جزیره آزادی تو بندر نیویورک تو منطقه منهتن سال 1886 به مناسبت 100مین سال استقلال امریکا از بریتانیا نصب شد با یه روکش مسی. از 1 تا 100 28 عدد اول داریم. شما به درستی این چیزایی که من گفتم شک دارین؟ با این اسمینار که شما صحبت میکنید مطمئنا نه. پس چرا موقعی که من میگم من 20 ساعت با سایه بودم باهاش سفر رفتم تو اتوبوس کنار هم نشستیم با هم صحبت کردیم، پس چرا وقتی اینا رو میگم میگین خودتو زدی به دیوونگی؟ یعنی میخوای بگی تمام این مدت تو با این خانم سایه بودی؟ بله. ولی ما یه بیمار رو تخت بیمارستان داریم که در حالت کماست و پدرش و همه چیز گواهی میدن که اون سایه ساجدی. و شما فکر میکنین که اونا دارن درست میگن من دارم دروغ میگم؟ حقیقتشو بخواین بله. چرا؟ چون اکثریتن؟ خب خانم دکتر زهیری، آخرین وضعیت سایه ساجدی رو چه شنیدین؟ احتمال اینکه سهیل نادری متهم به قتل عمد باشه زیاده. حالا با این وضعیت به نظر شما ایشون اختلال روانی داره؟ نه، نداره. پس چرا صورت جلسه رو امضا نمی‌کنی؟ برای اینکه مطمئن نیستم دروغ میگه. خانم شما دکتر پزشکی قانونی، به وظیفت عمل کن. دستگاه دروغ سنج که نیستی؟ من یه پزشک هستم. قبل از هر چیزی یه پزشک هستم آقا. خب جناب دکتر لطفی، یادتونه چند وقت پیش با هم یه تحقیقی رو تهیه می‌کردیم؟ ما اومدیم اینجا بحث نظری کنیم؟ ابدا. از بحث نظری هم خوشم نمیاد. اما اون پسر نه دیوونه است نه ادعای دیوونگی داره. برعکس، معتقده که از همه ما عاقل‌تره. معلومه، خب بایدم بگه. اتفاقا این تنها حرف درستی که تالا زده. ببینید، این شربت الان رنگش زرده. یعنی همه ما اتفاق نظر داریم که رنگش زرده. اینطوری تعریف شده. حالا شما تصور کنید که یه آدم یه قشای آبی روی چشمشه. خب اون دیگه سبز می‌بینه. حالا شما فکر میکنید که کدوم یکی از ما راست میگه؟ من دیگه تحمل این بحثا رو ندارم خانم. شما بهتره یه نسخه از اون گزارشی رو که تهیه میکنید برای من بفرستید، چون دوست دارم قبل از اینکه از شما شکایت کنم حداقل گزارشتون رو خونده باشم. آقای ساجدی یه دقیقه صبر کنید. 10 سال پیش من در مورد زنی که مشکوک به اسکیزوفرنی بود یه نظریه ناحق دادم که هنوز بعد از 10 سال دارم عذابشو میکشم. دیگه نمیخوام اون تجربه رو تکرار کنم. شما میگین یه پسری دختری رو که دوست داشته به زور سوار ماشینش کرده و اونو با کشتن داده. خب خودش هم که فرار کرده رفته شمال. قبول، حرف شما کاملا درست. ولی اون پسر میگه تمام این مدت با اون دختر بوده، یعنی دختر شما. مزخرف میگه. دختر من اونجاست، رو تخت خوابیده، تو کماست. میدونم، میدونم. یا دروغه یا اعتقاده. من معتقدم اعتقادش اینو باور داره. خب، باید چیکار کنیم؟ اعتقادشو بشکنیم. البته اینو برخلاف میلم میگم، چون بیشتر دوست داشتم اعتقادشو بشناسم. اما انگار آدم برای انجام کارهایی که دوست داره خیلی وقت نداره. آقای ساجدی، دختر شما تو کماست. اجازه بدین این پسر دخترتون رو ببینه. اینطوری میتونه باور بکنه که تمام این مدت با اون نبوده. تا این کار انجام نشه من هیچ چیزی رو امضا نمی‌کنم. حالا باش چی کار میکنن؟ سعی میکنن بهش ثابت کنن که همه اینا یه خیال بوده. ولی خودش میدونه همش واقعی بوده. یقین اون در مقابل ادعای بقیه. تو کی میتونه روی یقینش وایسه؟
این همون امتحانیه که باید پس بده. اینا یه مریضه در حال مرگ تو بیمارستان دارن که میگن سایه است. اشتباه میکنن. تو هم کسی رو داری که میگه از روز حادثه تا موقع دستگیری با تو بوده. خیلی خوب، من میخوام ببرم اون دختر رو ببینی. ببین، اونا میخوان سایهشون رو به تو نشون بدن. سایه تو کو؟ من اون چیزی که دیدم رو باور دارم. سایه‌ای که کنارم بود. میترسی؟ از چی؟ خودت میتونی از چی؟ دلم میخواست کمکت کنم. خانم دکتر. همینجاست. دستبندشو باز کن. از جلوی درم تکون نخوریم. بیا جلو، بیا نگاش کن. بهتری؟ خب؟ میخوام دوباره ببینمش. کیو؟ میخوام ببینمش. سر زده دختر من کشته، اونم به عمد. خانم دکتر گرفته زیر بال و پرش تجربیات پزشکیشو کامل کنه. اجازه بدین، ما مأمورین جام سرنگ. اجازه بدین، رئیس دستور دادم.
امکان نداره بذارم از چوبه دار فرار کنه. یعنی همش؟ حقیقته، همش. به چشات اعتماد نکن سهیل، به چشات اعتماد نکن. او هیچی نیست، او من نیستم. من اینجام سهیل، من اینجام. به من نگاه کن سهیل، منو ببین، منو ببین. با قلب نگاه کن، نه با چشات. با قلب کن، نه با چشات. چه بلایی سرت اومد سایه؟ اگه بلاییم هست سرت اومده عزیزم. هنوزم فکر میکنی اونا اشتباه میکنن؟ نمیدونم. هنوز باور داری سایه تمام این مدت کنارت بوده؟ نمیدونم. اون سایه است، درسته؟ میشه پیشش بمونم؟ نه. تو چرا اومدی اینجا؟ بکردم وقتی اون نتونه تو رو ببینه تو به هم میریزی و به یه نفر احتیاج پیدا میکنی. پس میدونستی اون نمیتونه منو ببینه؟ حدسش رو میزدم. چرا؟ چرا نتونست منو ببینه؟ چون اعتقادش رو شکستم، چشم دلش بسته شده. ما رو فقط با چشم دل میشه دید، با چشم دیگه دیده نمیشه. شما چی میخوان بگین خانم دکتر؟ میخوام بگم اگه راست گفته باشه چی؟ خانم دکتر
شما پزشکین، این حرفا چیه میزنی؟ میخوام بگم اگر راست گفتم پدرم میگفت هر کاری میکنه تا سهیل رو بکشه بالای دار. پدرت عاشق توه، به خاطر همین رفته ادعا کرده که سهیل منو به زور همراه خودش برده، بعدش هم زخمی ولم کرده و فرار کرده، ولی خودش میدونه همش دروغه. گاهی آدم ها به خودشون هم دروغ میگن. عشق به تو چشمای پدرتو بسته. شما که گفتین؟ آره، اما یه تفاوت اینجا هست. بعضی عشقا چشم دل آدمو باز میکنه، بعضیش میبنده. همیشه یه جور نیست. چی شده؟ برگشتم به این دنیا رو دوست ندارم. من باید برگردم. حالش خوب نیست. تو میخوای با من بیای؟ دکتر یه نگاه به این بندازید. خانم دکتر من امشب مهمونم، خونه پدر زنم هم مهمونم، جرأت دیر رفتنم ندارم. چرا؟ چون زن ذلیلم. دکتر دو دقیقه، خواهش میکنم. بفرمایید. نگاه کنید دکتر، این دنبار سرعت و زمان تقریبی روایتی که پسره داره، اینجا لحظه فرارشه، یعنی به روایت اون فرار هر دوشون. اینجا جایی که سوار اتوبوس شده، اینجا رسیدنش به کلبه است، و اینجا هم جایی که مامورا دستگیرش کردن. خانم دکتر من عجله دارم، شما منو درگیر ماجرایی میکنین که الان وقتش نیست. یه لحظه اجازه بدین. ببینید اگه این نوار رو نگاه کنید، این وضعیت عمومی سایه است که با این اتفاقا تغییر کرده. یعنی اگه روایت پسر رو قبول بکنیم، هر وقت که با سایه چه در شمال چه اینجا کنار تختش بوده، حال سایه خوب بوده، و هر وقت که دچار بحران شده، سایه هم اینجا دچار بحران شده. شما چی میخواین بگین؟ من همون حرف گذاشتم و میخوام بهتون بگم ممکنه پسر راست گفته باشه. که یعنی همه این مدت با دختره بوده؟ بله بله، ولی با باور قوی خودش. و شما خانم دکتر عالم با سوادم اینو باور دارید؟ این درست همون جاییه که پای علم میلنگه. واقعا که حالا از من چی میخواید؟ از شما هیچی. شما به مهمونیتون برسین، من خودم میدونم باید چی کار کنم.
سلام آقای ساجدی، دکتر ظهیری هستم. من یک کار مهم باهاتون دارم، خیلی مهم. میدونم منزل هستید، خواهش میکنم درو باز کنید، میخوام باهاتون حرف بزنم. حتما خبر بدیه که این موقع شب اومدیم. سلام. خبر بدیه؟ مطمئن نیستم. میتونم چراغ روشن کنم؟ نه. گفتم نه. تو تاریکی چیزایی که باید بتون نشون بدم نمیبینین. یه دقیقه بیان اینجا. من نمیخوام چیزی ببینم. باید ببینی. خواهش میکنم. تموم شد؟ بفرمید. حالا مشقاتون رو جمع کنید. تشریف ببرید. بفرمید. شما اصلا حرفایی که من زدم رو شنیدین؟ بله شنیدم. آقای ساجدی، یه بار دیگه ازتون میپرسم، شما فهمیدین که من چی گفتم؟ خانم عزیز، من نه کرم و نه خرفت، تمام حرفای شما رو شنیدم. بفرمایید، شما مأمور قانونی یا وکیل مدافع این پسره؟ من فقط آدمیم که ممکنه چیزایی که ازشون سر در نمیارم نیستم. معلومه که سر در نمیاری، وگرنه این چرندیات رو تحویل من نمیدادین. اینا چرندیات نیست آقای ساجدی، این دمودارا رو شما دیدین، همشون مربوط به امروز بعد از ظهره. ببینید ضربان نبضش آروم و منظم، نفسش در حد طبیعی، حرارت بدنش 36 درجه، امروز صبح 34 درجه بوده. این تغییرات همش مال وقتیه که اون پسر بالا سرش بوده. من نمیدونم چطور این اتفاق افتاده، ولی افتاده، با حضور اون پسر افتاده. یعنی این پسر میتونه دختر منو به من برگردونه؟ میتونه؟ میتونه؟ بفرمایید برید. ولی میتونه به دخترتون آرامش بده. بمیره. بمیره. من کجا رو اشتباه کردم؟ اینش دیگه مهم نیست. مهم اینه که الان چه کار میتونید بکنید. لطفاً برید و چراغ رو هم خاموش کنید.
بله. خانم دکتر، شما گفتید که میتونیم کاری بکنیم که با آرامش بله آقای سجاد. خب چی کار باید بکنم؟ بله. سلام. سلام خانم بکشوار، چه اتفاقی افتادی که این وقت شب به من زنگ زدی؟ شرمندم جناب سرهنگ، اگه یه دقیقه تشریف بیارین اداره متوجه میشین من چرا این وقت شب مزاحمتون. این وقت شب بیام اداره؟ چی میخواین؟ من چیزی نمیخوام. یه پدر میخواد آخرین کاری که میتونه رو واسه دخترش انجام بده، آخرین و تنها کاری که میتونه، اونم فقط با اومدن شما به اداره میسره و این مجوز رو بهش میده. بسیار خوب، الان هر کنم. متشکرم جناب سرهنگ. اگه بخوای میتونی با ما بیای. با شما؟ من و اون. یعنی نفساش کنده، سینه‌اش سنگین شده، روی صورتش پر دونه های عرقه، سرد سرد مثل یخ. من این سردی رو میشناسم، ایستگاه آخره، دووم نمیاره. اون لحظه آخر خیلی سخته. نه، اگه بدونی از کجا فرار میکنی یا به کجا میری سخت نیست. دو تنهایی هم را تو میتونی پیدا کنی، اما با ما هم میتونی بیای. با شما میام. وقتش معلومه؟ اینو حتی ما هم نمیدونیم. شاید تا سحر. بیا. سلام. ببخشید، میشه اون حلقه رو بهم بدین؟ اجازه میدی حلقه شو دستش کنم؟ واسش دعا کن، بهترین ها رو براش بخواب. میدونم که میتونی بهش آرامش بدی. شاید این آخرین هدیه‌ای باشه که میتونی بهش بدی. از کجا میدونی؟ حس میکنم.
اون کیه؟ اگه نوبتش باشه با ما میاد. تو حاضری؟ تو فکر میکنی وقتت شده؟ فکر میکنم. پس میری. پس میری. پس میری. پس میری. پس من بهت گفتم نمی منفی تو کم آوردی اما تو کم آوردی سایه تو کم آوردی سایه منفی تو کم آوردی سایه من بهت گفتم نمی من بهت گفتم نمی من بهت گفتم نمی من بهت گفتم نمی نبز اومد برگشت فشار 8/6 قلب متعادل وقتش نشده بود بریم جای هیچ توضیحی نیست خانم دکتر چرا؟ معجزه؟ واسه اینکه گاهی فراموش نکنیم چقدر کم میدونیم